توی این ویدیو میخوایم با 10 تا از بهترین بازیکنان فوتبال که توی عمرشون چمپیونز لیگ نبردن، چمپیونز لیگ رو فتح کنیم. پس با تاتنهام و هری کین چمپیونز لیگ رو استارت میزنیم و به ازای هر بردی که به دست بیاریم یک بازیکن اضافه میکنیم. تا اینجا کار همه کارهایی که گفتم انجام میدیم، اما یک نکته سخت داره. زمانی که گردونه خالی از بازیکن بشه، باید همه بازی ها رو رد کنیم. اولین نفر هری کین حذف میشه و میاریمش تو ترکیب. ترکیب تاتنهام درست نیست و مهدی خان با یک مشکن ترکیبو درست میکنه. طبق جدول اولین بازی با اسپورتینگ لیسبونه. در اولین بازی هری کین به جنگ اسپورتینگ لیسبون میره. بله، بازی رو هری کین شروع میکنه. در اولین بازی هری کین که در دوران حرفه‌ای خود هیچ جامی نداره، از جمله چمپیونز لیگ، پریمیر لیگ، کلا هیچ جامی نداره تو دوران حرفه‌ای. ببینم چمپیونز لیگو میتونه تسخیر بکنه یا نه. پاس رو به هری کین میرسونیم، هری کین میچرخه و همونا رو به هر کی میرسونیم. هر کی سون رو میندازه از پشت مدافعین، بعد حرکتشو انجام بده. سون یانگ مین یه دونه دبل تاچ، یه دونه آردوی قشنگ توی دروازه. دروازه با آسونی ها بخوردن باز میشه. برو برو داداش، داداش بیا برو. پیریشیس، پیریشیس ساندشو انجام میده. هری کین وای برگشت بزن، برو تو گل، برو کلا هری کین توی دروازه. دو هیچ، دقیقه 38 بازی. انتون کرکت زیباش اونجا انجام داده. سون یانگ مین رو میخوام راه بندازم که احمق داره میره تو آفساید. خدا تا آخر عمر میخواد این ماسک صورتش باشه، داش بکن دیگه. پاس رو به جلوتر میرسونیم، هری کین دل خواستشو میده. کلاسفسی احمق بگی تو پراشوت هچکو تو اول فاز بزن تکلو. اوه آها، پاس به بنتان کور میری نیمار میرسونه. حالا اونجا پاس رو بابا این هری کین خدای جام نگرفته. من الان دارم میفهمم چرا جام نگرفته، چون تر داری همش. اسپورتینگ لیسبون سعی کرد که کامبک بزنه اما نتونست کاری انجام بده. بله، خوشبختانه تاتنهام اولی مازه چه دو بر هیچ میبره. ما این چهره هری کین دلها صدر جدول میشیم. پس گردونه رو میچرخونیم تا بازیکن بعدی پیدا باشه. رونالدو نازاریو. رونالدو نازاریو پس از 20 سال فوتبال حرفه‌ای در باشگاهایی مثل پی اس وی، بارسلونا، اینتر میلان، رئال مادرید، آس میلان و غیره اصلا نتونستش که چمپیونز لیگ رو فتح کنه. پس بدون ماتله رونالدو رو به جای کولوسفسکی وارد بازی میکنیم و یه مقدار میبرمش رو در کنار هری کین که میشه 92. رونالدو برای کسب چمپیونز لیگ به فوتبال برمیگرده. رو مسعد میرسونه. حالا اونجا هری کین، رونالدو، نازاریو، شوت نازاریو. برو میگیری اونجا به سمت هری کین میرسونیم. هری کین، رونالدو، نازاریو، رونالدو، نازاریو، هری کین، شوت انجام نمیشه. تی حملات وحشتناکی که روی دروازه ما داشتن هنوز نتونستن دروازه ما رو باز کنن. پاس رونالدو، نازاریو به هری کین میرسونه. هری کین توپ رو نگه داره، اونجا به سمت راست میرسونه. رونالدو، نازاریو حرکت میکنه به سمت جلو. رونالدو، نازاریو، شوت نازاریو. وای هری کین، رونالدو، نازاریو، خدا بر خدا هری کین، رونالدو، نازاریو پشت مدافع حرکت میکنه. رونالدو، نازاریو حرکتش قشنگه. حالا اونجا یه چیپ دروازه باز میکنه. رونالدو نازاریو بان کلا شماره 7، یعنی رونالدو نازاریو. حتی 24 اینجا. اوه اوه اوه، دیره دو طرفه رو داشتی، دیره دو طرفه رو داشتی، رونالدو داشتی. حالا رونالدو نازاریو، برس رونالدو، استوبش بکن. رونالدو شوت، شوت رونالدو، چه گلی میزنه رونالدو نازاریو. چه دیره دو طرفه ای زدم، خدای حسین اون دیره دو طرفه رو بزن. خدایی نگاه کن تو داره چجوری بازکاری میکنه. هری کین بزن رونالدو، هتریک رونالدو نداری دقیقه 89 بازی. چیکار کرد در اولین بازی خودش با هتریک رونالدو نداری؟ این بازی رو بردیم و میتونه رو اضافه کردن بازیکن بعدی. صدر جدول با 6 امتیاز و مارسی دوم. سوپر استار رجنال حسین. گردونه رو میچرخون تا بازیکن بعدی بیرون بیاد و اون کسی نیست جز ماتئوس. ماتئوس پس از بازی کردن توی بایر مونیخ، اینتر میلان، بردن جام جهانی، توپ طلای اروپا و بهترین بازیکن جام جهانی، بعد از 20 خورده سال دوران حرفه‌ای چمپیونز لیگ رو بالای سر نبرد. و ماتئوس رو مانند بازیکنهای دیگر به سمت هافک وسط میاریم. بازی سوم تاتنهام المپیک مارسی. مارسی فکر کنم باشه. تلفظ آلمانیشو دارم میگم ماتئوس، شاید ایرانی چیز دیگه باشه، من دارم درستشو میگم. و ماتئوس هم به جنگ چمپیونز لیگ اضافه میشه. سون هیونگ مین از سمت چپ داره نوبتشو انجام میده. اونجا بازیکن ما پشتم در میاد. حالا هر کی تو بر گرفته رونالدو نداگه را میده. اونجا رونالدو یه چرخ شوتو میخواد بزنه. اه آقا ماتئوس پدر سگ، وقت سان کشی فرا رسیده. بزن هری، پاس به هری کین پشت مدافعین. هری کین چه گولی، دقیقه 40 بازی. این مهدی خان اصلا از بچگی فوروارد بوده، زاویه شناسم من. من خودم هم یه زمانی مدال نقره دروازه‌بانی دارم، حالا نمیخوام هی بگم. نوجوانان بازی می‌کردیم، میگفتن آقای مهدی خان بیا مسابقات جوانان دروازه‌بانی کن. رفتیم البته گل خوردیم، ریدیم، باختیم، ولی خوب بود. سان هیونگ مین پشت همه میزنه شوت. ریز بکش، ریز بکش، ریز بکش رونالدو نازاریو. وای
ساندرو سر رونالدو نادار یا رونالدو نادار یا وای تیر. آها حالا ماتئو سرکات زیباش ماتئو یه دونه دبل تاچ. اوه ایف که شماره 11 منم به شماره 11 احترام میذارم. طی حمله هایی که پایت پدر سوخته تحرک میدید زد حمله های بعدی خوردیم و این بازی رو به برتری هنری کین نسبت بقیه بازیکن ها میبریم. 9 امتیاز صدر جدول حد اکثر امتیاز. گردونه رو میچرخونیم و میریم سراغ بازیکن بعدی و زلاتان ابراهیموویچ در میاد. و اما زلاتان ابراهیموویچ که توی اکثر تیم های اروپایی بازی کرده همچون بارسلونا، میلان، اینتر، پاری سن ژرمن، آژاکس و امسال هم و در آخر میلانی که پارسال اونجا بود متاسفانه برای قرار نگرفتن در لیست چمپیونز لیگ حتی اگه میلان به فینال هم صعود میکرد و قهرمان میشد باز هم اونجا هم شامل زلاتان نمیشد و حالا زلاتان هم به ترکیب اضافه میشه. بازی برگشت مارسی تاتنهام و حالا زلاتان برای آخرین تلاش به جمع تاتنهام میپیونده. بنده خدا یو عبد فضل بگیر. وای وای چه گلی خوردیم دقیقه 4. سون هیانگ بین اونجا اومده توپ رو گرفته یه دونه دبل تاچ اونجا میزنه شوت شوت. سون هیانگ بین حرکتش داره اونجا انجام میده پاس به رونالدو نظر یا رونالدو نظر یا پاسش میده حرکت میکنه رو به جلو رونالدو نظر یا شوتش. آهان حالا توپ رو گرفتیم سون هیانگ بین شوت سون توی دروازه برمیگرده تاتنهام. رونالدو نظر اونجا داده حمله قشنگی داره انجام میده سرعت بالایی داره این بازیکن زده حملهش پاسش وو زلاتان برای زلاتان زلاتان بزن هدو برو کلو زلاتان ابراهیموویچ. یک شیر همه جا شیره. بسان بزن هری حالا گولو میزنم من. با دو تا بازی زودتر رفتیم به مرحله حذفی صدر جدول. پس بار دیگر گردونه رو میچرخونیم و منتظر بازیکن بعدی میمانیم و اون کسی نیست جز جان لوئیجی بوفون. بوفون پس از بردن جام جهانی 2006 آلمان جایزه بهترین دروازه‌بانی اروپا بازی کردن در تیم‌های همچون یوونتوس، پاری سن ژرمن و پارما با وجود کریستیانو رونالدو توی یوونتوس باز هم نتونست چمپیونز لیگ رو فتح کنه. پس الان وقتشه که بوفون به تیم بپیونده جای هوگو لوریس تا آخرین تلاش‌های خودشو بکنه. اوهو دورتموند تاتنهام. حالا جان لوئیجی بوفون هم پا به میدون جنگ میذاره. وان پدرش یه دونه دبل تاچ. اوه چه دریبل بزن. حالا ماتئوس پاش تو قرار می‌گیره می‌خواد خودش این ضربه رو تبدیل به گل بکنه. ماتئوس شوت گل توی دروازه دقیقه 4 دروازه رو باز میکنه. ای چشم میخواد. بله حالا دورتون میگه رو عقب و ترکیب کارلوس کیروش استفاده میکنه. زلاتان کبیر شوت ماتئوس یه دری به زیبای سرپا حالا یه دری به دیگه حالا شوت هری کین همونو میکشه روی تیر دوم دروازه حریف سون گل توی دروازه. چه گلی زدی با ولاغاز ما بازی میکردیم از اینا قوی تر بود. ایران اومد تو لیگ خارج از کشور مسی 100 نفر رو لایی زده نیومده بگه آقا ببخشید نمیدونم قصد تغییر نداشتم و اینا. بعد تو ایران لایارو یه دونه لایی زده به یکی اومده گفته آقا البته خود ایرانی ها گفتن چرا به اون لایی زدی. این یکی بنده خدا اومده گفته شرمنده من قصد تغییر نداشتم. دنبال چه چیزایی هستیم به خدا ما چه گلی. حالا منم لایی خوردم به من میگه احترام میکرد. حمله های بسیار سهمگیر روی دروازه ما انجام نشد و تونستیم همشون رو مهار کنیم. دانتو خطرناک روی دروازه ما هالر فوش سون هیانگ این توپ رو گرفته اونجا حرکت بسیار قشنگ رو داره انجام میده. زلاتان داره از اون سمت اضافه میشه پاس به زلاتان شوت. بعد از یک سه حمله وحشتناک هالر زهر خودش رو ریخت و دروازه رو پاس کرد. زلاتان واسه خودت به شوت بره دیگه. بزن وای بیا جلو بوفون بزنش وای گود بعدی رو خوردی 3-2 با درخشش رونالدو نظر یا این بازی رو 3 برد آوردیم. پس میریم سراغ بازیکن بعدی. این هم کچل ما هم کچل داریم. خب فرق هست بین کچل تا کچل. مثلا گاردیولا کجا مهدی خان کجا گردونه رو میچرخون میریم سراغ بازیکن بعدی. کانوارو بازیکن ایتالیایی که در تیم های ناپولی، پارما، اینتر، یوونتوس، رئال مادرید بازی کرده و جام جهانی فوتبال و توپ طلای 2006 رو داره توی پرونده فوتبالیش به هیچ عنوان چمپیونز لیگ دیده نمیشه. فابیو کانوارو هم به جام تاتنهام میپیونده. با این ترکیب میریم سراغ بازی برگشت با دورتموند. کانوارو هم به جمع تصدیق کنندگان چمپیونز لیگ میشه. تا بعد بازی شروع میشه واسه شباب هرکین. هرکین توپ نگار راشه اونجا هرکین داره نفوذ میکنه پاس میده به رونالدو نادار یا رونالدو نادار یا بعد زلاتان برسونه. هرکین عقب تر نیمه اول کبیر بود پس بوفون توی رخ کنسر بچه‌ها داد و بیداد کرد. ببین یه گل بخوری بازی مساوی شده. زلاتان ابراهیموویچ زلاتان هرکین چی پهری بچه ها صحبت های بوفون رو به کتف راستشون گرفتن و وضعیت رو بد و بدتر کردن. آی زلاتان بیا. آی خدا این چرا داره اینجوری میدوه. سون هیانگ بین
به این سمت میرسونه هرکین، باید حرکت بکنه رو به جلو، پاس به سون، حرکت سون، پاسش رو به عقب، زلاتان، بازی صفر بر صفر میشه و تاتنهام به مرحله بعدی صعود میکنه. اما هیچ بازیکنی رو نمیتونیم اضافه کنیم چون این بازی رو نبردیم. چی خوردیم؟ بایرن مونیخ. چهارم نهایی رفت در باشگاه آنها. بایرن مونیخ بازی رو شروع کرد و از همون اول میخواست مالکیت توپ رو به دست بگیره، اما خبر نداشت که سانت ریز میخوام ازت. آه توی دروازه. اینه. وای وای بزن تکل و برو کلو. اوه 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 تیر دو خطری. وای نیمه اول مساوی میشه و مهدی خان رو به فکر فرو میبره. بگیریم بگیریم تو رو قرآن مجید. وای 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 گل خوردی. بسان 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 دیگه بابا بسان. وای بازی رو باختیم و باز هم نمیتونیم بازی کنو اضافه بکنیم. بازی برگشت در زمین تاتنهام. هدر سک بده من. آقا بکش بالا بکش بالا. هیچ گویی نمیخوره هیچ گویی نمیخوره. متاسفانه مهدی خان نیمه اول نتونه هیچ کاری بکنه و پر از بیابان بود، اما صدای تماشاگرا چیز دیگه ای از مهدی خان میخواست. یا حضرت عباس شوتش کن گلچه شوتش کن گلچه باری کلا. یک بر هیچ مهدی خان پیش میفته تمسطوت هر کی و بازی مساوی میشه. قرآن سون 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 نگارش دار تو رو خدا شوتش کن. وای رفت بیرون. یا حضرت عباس گلچه یا حضرت عباس گلچه توی دروازه. دقیقه 93 و مهدی خان کامبک میزنه، تموم میکنه هرکین دلها. کار بایر مونیخ در زمین تاتنهام تموم میشه. تمام صعود به نیمه نهایی رقابت ها با درخشش هرکین دلها. این رو سراغ اضافه کردن بازیکن بعدی. گردونه رو میچرخونه این وزبی نیست، بازیکنی که مونده ندوت دلها میفته. پاول ندوت بازیکنی از جمهوری چک، وینگر و هافک هجومی که در تیمایی مثل لاتسیو و یوونتوس بازی کرده بود، برنده توپ طلای اروپا شد. اما بعد از نزدیک 30 سال زندگی فوتبالی هیچ جامی از چمپیونز لیگ نبرد. و اما الان پاول ندوت به جمع اون پیونده به جای سون هیونگ مین. نیمه نهایی رقابت ها رفت در ورزشگاه اولترافورد لیورپول تاتنهام. پاول ندوت هم به جنگ چمپیونز لیگی ها میپیوند. ابراهیموویچ پاول ندوت داره حرکت میکنه رو به جلو. پاول ندوت به هریکین پشت مدافعین هری. وو حالا این بار سانتر هلکن روی دروازه و باز هم در میاره اشتباه در برد. پشت مدافعین برای رونالدو نازاریو. حالا میریم واسه زده هنوز زدن اشتباه فنداک. کار دستشون خواهد داد. رونالدو نازاریو ای چیکار کردی رونالدو؟ بعد از اینکه اشتباه بزرگ به رخیم میره پس سوپر گل اتفاق میافتد. رونالدو نازاریو توپ رو گرفته از اون سمت سرعت بالایی داره اگر بتونه حمله کنه. آهان ای بزن چیپو. حالا چیپ گل چه خواهش میکنم. وای بذاری ماندو. چه گولی زدم. بازی رفت رو میبره مهدی خان. درخشش سلطان سلطان ها رونالدو نازاریو. و حالا بازیکن دیگر رو اضافه میکنیم. گردونه رو میچرخونیم و آخرین بازیکنایی که هستن کسی نیست جز کیلینی. بالاک پس از 20 سال سابقه فوتبال حرفه ای بازی کردن در بایر لورکوزن، بایر مونیخ و چلسی و امثال هم نایب قهرمانی جام جهانی فوتبال هیچ وقت به چمپیونز لیگ دست نیافت. و الان همینطوری که مشاهده میکنیم بالاک رو میگیریم و به سمت داخل یعنی ایشون هدایت میکنیم. حالا همینطور که مشاهده میکنید پاریس سن ژرمن 2-0 من سیتی رو زده و ما هم 1-0 بریم واسه بازی برگشت با لیورپول در زمین خودمون و بالاش در پای فینال به کمک تاتنهام میاد. حالا چی رو میشه در مرحله نیمه نهایی رقابت های چمپیونز لیگ چیزی نمونده که قرار نبود کیلینی رو بیاریم. پس چرا من بالاک آوردم؟ اشکال نداره. ماسرو به زلاتان میرسونیم. زلاتان هری کین شوت هری باز زده بشه چی پهری. وای بازی بسیار سهمگین شروع شد و مهدی خان اولین زده همه رو به سمت دروازه زد و نونیز دروازه رو مورد هدف قرار داد و این بار مهدی خان با یک سوپر پاس دروازه رو باز میکنه. پاس بسیار قشنگ به سمت هری کین. اگر که هری کین برسه بسیار زیباست پاسم. چه گولی داداش چه گولی. یا حضرت هب باز بگیرید. وای گل خوردی. 2-1 شدیم. اصلا به خط به رونالدو نازاریو که اونجا نمیتونم متوقفش کنم. رونالدو نازاریو یه پا عوض میکنه یه دونه دبلتاش اونجا میذاره شوتش هم میکنه بیرون. از اون سم بازیکنان ما زد هم یه قشنگشون رو انجام دادن روی تیر دو. بوم دونی که بخوایم وقت رفت کنیم و مثل بقیه ناجوامده رو بازی کنیم گل بعدی رو میریم بزنیم. زلاتان میرسه اونجا. پاس زلاتان تک ضرب آشغاله. آه حضرت سر تموم. صعود به فینال رقابت های چمپیونز لیگ با حضور تمامی اساتید و علما. ولی کیلینی موند و متاسفانه ناراحت نباش این بازی میارمت. برای اینکه کیلینی غم و غصه در دل خود نداشته باشه آن هم به بازی راه میدیم. فینال رقابت ها پی اس جی تاتنهام در زمین پی
بهترم. به به، خوب ببینین، خوب جام رو ببینین، نگاه کنین به جام زیر چشمی. بازی بسیار مسالمت آمیز شد. اما در ادامه بلاتان بیا بیا هرکی یه دبل تاچ یه دریبل بی وای بلاتان راه میندازیم زلاتان. حالا به الگوش، الگو دروازه باز میکنه. دقیقه 13 بازی رو تمام میکنه رونالدو نازاریو. برو 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 وای حرکه اینو راه میندازیم و دفعه بعدی میخواد گل به ثمر برسونه. مثل اینکه نه واسه زلاتان، زلاتان توپ رو نگه راجه پاسش عقب وای آخرین دقایق بازی تا رسیدن و لمس کردن کاپ چمپیونز لیگ توسط بهترین های دنیا. اوه آقای رامو کدوم احمقه میادش امباپه رو میذاره این طرف بعد به من چه هستم بذار غلطی میخواد بکنه وای بدون اینکه هیچ درکی از درد رنج داشته باشیم فقط شوت میکنیم و گلش میکنیم. پاریسی های نقشه شوم در سر داشتن که با تگل بسیار زیبای کلینی خونسا شد. خدا شاهده دلاتان باید یه گل بزنه. نمیزنی خب دیگه آقا من چیکار کنم؟ تموم، رونالدو نازاریو قهرمان چمپیونز لیگ میشه. حالا اون رویا اتفاق افتاده بود. اون رویا پس از اون همه درد و رنج. مگه اون چلیه داری گزارش میکنی؟ آقا قهرمان شدیم دیگه. و کاپ رو میبره بالا. آقای کانوا رو پس از گرفتن توپ طلا. زیر میزنم هی صحنه رو عوض میکنه. اینجا کاپ چمپیونز لیگ رو بالای سر میبره. حالی که اینکه تا الان جامی نبرده بود و زلاتان ابراهیموویچ. حالا چمپیونز لیگو گرفته همراه بالا. کیلینی، بوفون، ماتئوس، رونالدو نازاریو و خود رونالدو داره که خوشحاله و کاپ رو تقدیم به هواداران خود میکنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشه. اگه از این ویدیو لذت برده لایک و سابسکرایب کنید. لایک و سابسکرایب کنید. لایک و سابسکرایب کنید. لایک و سابسکرایب کنید.